چې دا مخکې له ذبحې نه موږ معاینه کوو، حرارت یې ګورو، ټول شیان، بیا هغې نه وروسته هغې ته موږ د ذبحې اجازه ورکوو. نمایندگی خود اطلاعی ده افتتاح کردیم که در این نمایندگی 27 هزار دلار ما هزینه کردیم. خدوا اجتناحی که نمایندگی جوریگی چه پیلان 15 نمایندگی جوریدی او صحیح واقع توضیح کوی کابل پکار که کشتار کمی کنن یا هرچی کمی کنن که آدم ببره اونجا کشتار کند دونی مزار پا میا یک مصرف گساله. در وقتی که من قصاب بودم پاوسه رو پا گویج بود دونی رو پا گویج بود خواه ده شهر افغانستان ختم داشتیم. خب بسیار خوب بود، همین تیر میشدیم، دیدیم که قصابی بسیار منظم میزن و جور شده، داخل آمدیم، قیمت ها رو پرسان کردیم، قیمت ها مناسب بود. اینجا که هر کس بخواه ذوق کدام گوشت داشته باشه، که ما گوشت کمر میخوریم، مزران و از هر جایی که باشه، اینجا هر گوشت طبقه بندی میشه، گوه که تکلیف داشته باشه، مریضی داشته باشه، او را ما ذبح نمیکنیم. بعد از اینکه ذبح کردیم، بعد دکتر صاحب محترم جیگر اینا را داخل شکم اینا را مکمل چک میکنن. بینان رای حلش از این بود که باید مسلخ های معیاری به افغانستان ایجاد شوه و برای هموطنهای ما، همشهریهای ما، برای قصابای ما، هتلای ما گوشتی صحیح و سالم عرضه شود. چی میخوری خوراک تا بگو بر ما؟ نیم پاو دنبه خام خوراکم است تا یک پاو صبحکی. صبحکی فکرت است؟ یعنی یک بره را بکش بیار یک پاوشه که بگه بیادر جان عزیز خام بخورم. خب خام سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بیندای عزیز، با امید صحتمندی همه شما خوبان. دوستای عزیز، به ادامه گزارشات امروز یک گزارش جالب بر شما داریم. در سطح افغانستان 5 مسلخ وجود داره که هر مسلخ ارزش 5 میلیون دلار سرمایه گذاریش 5 الی 6 میلیون گفته میشه که سرمایه گذاری شده. در کابل 2 مسلخ میاری در کابل وجود داره که فعلا امارات اسلامی افغانستان و بزرگانش خاصتا شاروالی کابل به می ترتیب وزارت زراعت پلان ما می گرفته که در 22 ناحیه کابل یک نمایندگی های از مسلخ جور شود که امروز مراسم افتتاح پنجمین مسلخ میاری در کابل ایجاد شده که واقعا یک اقدام خیلی نیک و بجا است. یک تنش جدا شده و اینجا هم خورد میشه و برادر ما مصروف کار هم هستم. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر جان جور است. در اینجا دیگه کات کوریز آقا اینجا فقط بروش است برادر. بعد از این باز تسلیم مشتری میشه. باشه بعد مایده میشه جور میشه. و چی رقم از حسابش گوشت استخواندار دیگه میگیری برادر ما؟ استخواندار است. گوشت گوسپند است دوستای عزیز و اینجا کاتکوری است و بعد از اون به مشتری تسلیم میشه. یکی از برادرای ما اومده که به حیث اولین مشتری هم هستن، همراهش صحبت میکنیم. اینجا برادر ما، سلام علیکم. چی حال داری برادر؟ ساعتون خوب است؟ خودت از جمله خوشبخترین کسایی هستی که بعد از افتتاح اولین مشتری هستی. دوکانای نزدیک خانه تان نگیری، بیای از مصرف خریداری. یک ختم داشتیم. خب بسیار خوب بود، همین تیر میشدیم، دیدیم که قصابی بسیار منظم میزنه و جور شده، داخل آمدیم، قیمت ها رو پرسان کردیم، قیمت ها مناسب بود. بله، نگه باز خواست بزن میشه گوشت خریدیم. این مسلخ دولتی است، قیمت شون خوب است و یک صحت خوب هم داره، مثلا تمام مسئله نظافت مراحت کرده. نظافتش هم خوب است، بسیار منظم است. خود به صفت یک شهروان از وطندارای دیگه ما که گوشت های غیر صحی میخرن، چی تقاضا داری؟ بین تو جای منظم پاک خریداری بکنن و قیمت گوشت هم مناسب است، نظافتش هم بسیار پاک صفا
منظم است. نگازم خاطر اومدیم مازمیجه گوشت خوردیم. یعنی این مسئله را باید ما شما حمایت کنیم. بله. تا باشه پیشرفت کنه و یا پلان داره که در 22 ناحیه کابل چنین مسئله را ایجاد کنه نمایندگیش. چقدر میتونه سهولت ایجاد کنه بر مردم؟ والا بسیار زیاد. ما خود شهرک زندگی میکنن. هم رئیس ما باز هم رئیس ما اومدیم میجا گوشت خریداری میکنیم. سعی کنیم. احساس تا برای ما بگو با صفت از اینکه وقتی میبینی چونین جاهای استاندارد در کابل جور میشه احساس خوشی میبینی؟ نباشه که دکتر دیدن ندیده در بغل شوشاشتن شوشاد دیگه دنیا او که استفاده نمیشه در استاسه چوی چیزا استفاده میشه خوی نینجا در امرای جگر یک جایی پخته میکنه میخوره و در پالویشی که هستن کیدنی یا گرده هستن این بسیار در کباب و در چیزا جگر وار خوب و ویتامین و مینرال و چیزا داره بهترین مزه و بهترین گوشت نرم هستن نی که هست در چربوی شکم هستن این مردم زیادتر قطعی همی روغن دیگه میکس میکنه روغن نباتی بسیار مزناک دیگ میکنه و همیتون دیگ پخته میشه دیش این کلا و پاچه هستن که بهترین چی داره ای به مریضایی که پایش شکسته به خاطر زیپی و استخوان و چازای بسیار مپید می باشن و این دنبه میگیم برش ما پرد هستن این بسیار مهم این در وطن ها که هستن لاندیکی میکنه این را در چی استفاده میکنه این را او میکنه با جای روغن استفاده میکنه در روش و در چیزا بهترین چیزی هست که یک دیگه که این را هر مریض بخوره نقص نداره روغن نباتی واره چون این خالص هستن پاک سپاستن این هیچ مشکلی نداره ماشاءالله گوشتار دوستا شما ببینید چی یکم یک قواره سطره و پاک داره بابا اینجا هر گوشت مایچه جی داسته کمر قبرقه کلی جایی این گوشت مربوطه؟ این چیز کمر هستن کمر ها در این بالایش کمر جمع قبرقه هستن او بالا که هسته گوشت نرمی از ران و ایجای هسته و پایین هم از ران هسته اون قبرقه جمع کمر هستن یه تنایی مثلا قبرقه به خاطر کباب جور کردن این بالایی که هسته گوشت نرم است به خاطر کوفته و چیزا اینجا که هر کس بخواد ذوق کدام گوشت داشته باشه که ما گوشت کمر میخوریم مزران و از هر جایی که باشه اینجا هر گوشت طبقه بندی میشه مونده میشه هر کس گوشتی را کار داره از هر جای مو گوشت بریش داده میشه تو نیست که میکس بکنه تو یک گوشت کار داشته باشی و دیگر را برید برد دوستا خوبیش اینجایی است ما دکتر صاحب بسیاری اوقاتی که خودمو گوشت میگیریم با زمی قصابا که برش بگی یک کیلو گوشت کار دارم مثلا سرخی کار دارم یا امی مایچه کار دارم باز برات میگه کمک مایچه کن متباقی نصف گوشت دیگر از امو جبرقه و نمیفهمم امو چربی های اضافه را برات مندازه این خوبیش میاست که نیم آه این مهمی میسه قصابای ما که هست اینه ببینین شما اینی را بسیار خوب صحیح جور کردنی اما استخوان کلی چیزایش او سو نپرد کلیش به سیستم جور کرد قصابای ما که هست به سیستم گوشت جور نمیکنه هر کس که گوشت کار داشته باشه اونمو زیاده میه نرمی را به ما بتی اونو نرمی را بیت استخوان میمانه دیگه کس بیای با نرمی میت دیگه با مو استخوان میزنه چربی و چیزا اینجا که هست هر گوشت کار داشته باشین اونمو گوشت به شما میسه مکمل یک کیلو دو کیلو هر چقدر که باشه دوستای عزیز بیاین از مصلحا حمایت کنید دلیلش از من خودم دیدم بسیار سهولت است گوشت پاک صحی و بدون از اینکه ضرر داشته باشه بین از اینجا بگیرین هر گوشت را هر ایسی از امو حیوان را که خودتان خوش دارین کمر مثلا من فهم تا تمام از کمر است از پای پیش روی از پای پیش سر است از هر حیوان را کار داره پاک و صحی برتان اینجا داده میشه بدون از اینکه خاک گرد بیرون هم بالایش نشسته باشه دوستای عزیز در کنار ما یکی اهمتن ماست که امارشون صحبت میکنید چقدر واقعا جور شدن مسئله ها باعث ازی میشه که سهولت ایجاد شد سلام علیکم آجی صاحب و علیکم و رحمت چی حال داری؟ صحتان خوب است؟ شکر فضل خدا سلامت بشی آجی صاحب جور شدن این مسئله ها چقدر میتونه در صحت بودن گوشت موثر تمام شود؟ خوب است که یا خوب یا خوب است که بدر مسئله چی شده و جور شده و بدر گوشت خوبش برای مردم میتن بدر اونجا ماهین دکتر میشه و میشه مقصد ما اینه من قدر است که امی کشتار خانه را که دولت جور کده نه؟ بله بگویم بگو از یک گو ساله 14.5 صدر پس کشتنش میگیره خب
از گوسپند 500 میگیره. یک قصابی که یک گوساله را میبره تا کشتارخانه از یا 500 میته 500 پس گوشت شمیره در دکان خودنه. همیا باید است که یک ذره سلیات بیاره کمی از کشتارخانه از گوساله کم بگیره. یک 300 از گوساله بگیره 500 روپه از گوسپند بگیره از کشتنش. دیگه بیادر جان عزیز که چون کرامه بالاش چون کرامه صاحب سرش کرامه یعنی یک قصاب سعی کو یک قصاب 500 روپه میته میبره 500 روپه میته میاره یعنی 14.5 روپه از گوساله میگیرن یا در کشترش آقای صاحب حال اینجا نمایندگی جور شده نمایندگی با سهولت نمیشه این از اینجا باز فرمایش بده گوساله تا بر تسلیم کنین باز گوشت پاکده برات میاره این نمایندگی خویا که نمایندگی جور کردن درست است صحیح است جور کردن خویا خو برای خود جور کردن دیگه برای کل قصاب افغانستان که جور کردن نمیتونه صاحب کشتارخانه را جور کرده 1500 میگیره تمام قصابا ما میگیم خدمت میکنیم گوساله هایشان و گوسفندایی که تسلیم ما میکنه مواشی ها را بعد از معاینه تکنیکی با تسلیم شه پاک درست است سوره خود درست است برادر درست است جان برادر همین پیسه کشتار کردنش کم بگیره کشتار 1400 از یک گوساله بده صاحب 500 بده ببر 500 بده بیار خو یعنی را من میگم 2400 رپا تنها مصارف یک گوساله بشه که تا تسلیم شده اینه من میگم کمی همی کشتار را کمی کنن یا هرچی کمی کنن که آدم ببره اونجا کشتار کند دونیم 1000 رپا میگه یک مصرف گوساله در وقتی که من قصاب بودم پا 3 رپا گوش بود دونیم رپا گوش بود خو در شهر افغانستان بدر جان پا 3 رپا دونیم رپا گوش بود دیگه ما از اون دوران من قصاب هستم والا به شک از این قصاب های سستپست نیستی دیگه نه من پدر قصاب هستم دا 6 سال 7 سال معاون تادیه سنفی قصاب های شهر کابل بودم طالب صاحب ها کول آمد والا به شک فکرتر دیگه این حال تی اکار است که پیر شدیم صاحب دیگه چی بگویم نه هنوزم پیر نیستی نه خود چی اشتاد دو کم 80 سال بودم دو سال که طالب آمد 80 شد 6 ماه از 80 تیر شد یعنی 80 ساله و 6 ماه یعنی یک موتروان کس که مرا بابا بگوید در موترش نمیشونم آه این مال تر تازه است مگر چی میخوری خوراک تخو بگو برای ما نیم پاو دنبه خام خوراکم است تا یک پاو صوبکی فکرت است یعنی یک برای را بکش بیار یک پاو شد که بگید بیادر جان عزیز خام بخورم خو خام خام نه یک وقت من پالوانی میکردم دگل خواه. یک پاو دنبه خام کت دو تا پیاز میخوردم باز یک روز گفتم بیا برو پیش دکتر که او بیداری کدام مرض برات پیدا نکنه خب مرا دال ما تور دادی دیگه رفتم پیش دکتر دکترهای قدیمی را میگمد دکتر صاحب ما یک مرض پیدا شده چی؟ یک پاو دنبه خام کت دو تا پیاز نخورم نان دلم نمیشه یعنی من تو سنم سیکت برو در جانش تا روز بخوا خدا آدم یارتان داشته باشه خدا یک آرامی بده خدا ما برای مردم یک کار غریبی رو پیدا کنه معاش عشق خدا بده او بده که آرامی باشه صاحب حاجی صاحب حال دست و بازو زور مانده از کی؟ از تو همی حالا ما قشتی میگرم که ترکز باشه که پالون باشه ارکز باشه من در مریض سرق قشتی میگرم از امو خاطر ما میگریزیم که آجی صاحب اگر نیمه تصمیم داشتم که ضعیفی میکنه با دست شرپاک کامی که مال دیگه دیگه یک هم چلنج میتی ولی من فرار میکنم نه ما پیر نشده نه پیر نشده ما پیر نشده هیچ پیر نشده یک که روز یک پاو دنبه خام بخوره او پیر میشه حالا میخوری؟ حال او روز بچه این کشته بود برو پرسان که اکس فلم ما ندیدی یک پاو دنبه را سرم خوراندن فلم پر کردن شو برن زن دادن که فیلم ترایی کردم چی خارج صحیح گفتم فیلم من که خارج رایی کردی خب میگفتی خارج یا میگفتی که اکستادیان برم رایی میکرد بخیر سلامت باشید دوستان میریم از داخل اون گزارش میداشته باشید با ما داشته باشیدتان که دیده نظارت و نظارت چه یا زموږ ټیمونه ګرځي په ساحه کې او نظارت یې کوي او دغه عمده مشکل همدا وایي چې موږ نه مسلخونه لري دی او موږ کچیر یو 15 کیلو غوښه یا 10 کیلو غوښه په کار سي موږ ته تر شخور او تر دې ځایه پورې چیزو د ګڼو مشکلات سره مخامخ وو چې دغه نه د غوښې نه د موږ مصارف ډیریږي نو دغه په اساس باندې نوموړي په دوه ویشتو ناحیو کې نمایندګۍ جوړیږي چې فعلا 15 نمایندګۍ جوړې دي او صحیح غوښه توزیع کوي په کابل په ښار کې
او موګه د کابل ښاروالي ریاست سیټ محیط زیست د سره همکار دی او په دې باندې ویاړو تر څو د خلکو لپاره اسودګي جوړ شي په کابل ښار کې. نو موږ هم راغلي وو او افتتاح یې وشوله. ان شاء الله 15 نمائندګۍ جوړ شوی او نورو باندې کار روان دی. در رابطه با این گوشت ها برما بگو چند مرحله را سپری میکنن تا در مسلخ میرسن؟ این دیگه از اونمو قصاب میاره تو بکی وقت ما از اونجا ما میکشیم اول دکترها سیل میکنن بعد از اون ما کشتار میکنیم بعد از اون کشتارش خلاص کنیم هر کدامش مال خود بر بار میکنن میرسن دوکان های خود قصاب ها میاره قصاب ها. و شما که در اینجا میارین چند باز بعد از اون دمی داخل دیگه شما نصبش میکنین چقدر قیمت هایش فرق میداشته باشه با قیمت های بازار؟ والا بسیار فرق میداشته باشه. 400 در اینجا با 500 سودا میکنین. شما 400 سودا میکنین؟ 400 یک کیلو گوشت سرخی با چند است؟ در فعلا خود اینجا تال چی نشد نفت تا شده نه؟ دیگه در قصاب که از 500 تون توش یک کیلو سرخی شما 400 تصمیم دارید؟ 400 چقدر سهولت ایجاد میشه اگر کسی بیایه اینجا آردر بده گوشت زیاد خواسته باشه شما تهیه کرده میتونین؟ بله آه هر چقدر گوشت خواسته باشه برش میتونین. از مسلخ‌های عمومی میارین شما در اینجا؟ آه مخلص دولتی سمت منظم برش پاق سفصدره میارین میتونین. چند نمایندگی دیگه گفتم میشه 22 نمایندگی در کابل باز میشه چقدر حق داره؟ شاید داشته باشه حق. همتران عزیز پیشتر که از مسئولین شان برم گفت که 22 نمایندگی در تمام ولایت کابل ایجاد میشه به خاطر سهولت و همچنان گوشت صحی. گوشت صحی یکی از اساسی ترین بحث هاست که بیشتر هموطنان ما متاسفانه زمانی که گوشت را میخره غیر صحی میباشه مال امو مال را که ذبح همه کنن بدون معاینه و بدون از اینکه دکتر رو ببینه ذبح میشه و حتی بسیاری اوقاتش جلکاری های در سابق وجود داشت که مال هایی که خود مردار شده هم می بود او را کارت کش میکردن و بالای هموطنان ما مفروختن یا گوشت اسب هم می آوردن یا گوشت های دیگه هم بود که او گپ ها انشاءالله خلاص است و فعلا این مسلخ ها بسیار کارهای اساسی و بنیادی داشته. اینجا همراه یکی از دوستای دکام صحبت. سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال داری برادر؟ بخیر سلامت باشین. خود در کدام بخش کار میکنی؟ خودم در بخش قصابی هستم. قصابی. خودتان روزانه چقدر ذبح میکنین مالا؟ 60 تا 50 تا دیگه. از تجربیتون بر ما قصه کن که چقدر صحی است و چقدر سهولت ایجاد شده این مسلخ ها. بسیار زیاد گوشت صحی است بخاطر که چون در بازار میکشن در جایی در لب جایی در دیگه جایی و ما که هستیم به توسط دکتر صاحبای محترم ما چک میشه که مثال گوه که تکلیف داشته باشه مریضی داشته باشه او را ما ذبح نمیکنیم. بعد از اینکه ذبح کردیم بعد دکتر صاحب محترم جیگر اینا را داخل شکم اینا را مکمل چک میکنن. بعد از اینکه چک کردن باز تسلیم امور مثال مربوط اینجا میشه باز اینجا ما میگیریم. اونم شرایط باید در نظر کس بگیره بیا اینجا کارمند شوه. هر شرایط اولی شرایط اخلاقی است بعدش دیگه نظافت است. یگانه چیزی که هست نظافت مهم است. نظافت مهم تر است ها؟ و شما در این مسلخ بر علاوه از گوشت گوسفند معلوم میشه گوشت گاو گوساله هم دارین؟ هر رقم گوشت است هر چیزی که بخواه همشریای عزیز ما برش تهیه میکنیم گوشت گاو بخواه گوساله بخواه گاو میش بخواه هر چیز باشه. در رابطه با ذبح بگوین آیا توسط ماشینا این مال ها ذبح میشه یا نه اون شکل معمولی که ما در بیرون میبینیم قصاب ها حلال میکنن؟ نه خیر توسط ماشین ها ما ذبح میکنیم. ماشین ها ذبح بله گردنشون با ماشین ذبح میشه زده میشه؟ نه خیر گردنش فقط اویزان میشه بعد قصاب ذبح قصاب ذبح میکنه. مطابقی کارهای دیگهش مربوط به ماشین میشه؟ مربوط به ماشین میشه بله. یک دانه گاوه در چند دقیقه شما پاک صفا کرده میتونید و تسلیم قصاب میکنید؟ 20 دقیقه الا نیم ساعت. تو یک گاو ذبح کردنش نیم ساعت در بر میگیره و تمامش دیگه تسلیم پاک کرده؟ پاک کرده منظم. بعد از یک قصاب که شما برچه یک گاو ذبح میکنید چقدر پول میگیرید؟ دود 14 صد میگیرید. 14 صد کنید پاک صحیح تسلیمش میکنید نگه ببرند بس خلاص. و چقدر میتونه که در پاکی و صفایی شهر جور شدن مسلخ ها مؤثر باشه؟ بسیار زیاد. بخیر سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا یک جوان دیگه هم از همراهش صحبت میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال داری برادر؟ الحمدلله فضل خدا خود. در کدام بخش کار میکنی؟ ما در بخش ذبح و قصاب هستم. سلاخ هستم.
دیگه کار تو جور است، یکان دل جگر میزینی صبحانه؟ ها الحمدلله خوب است. روزانه چند نان ذبح میکنی خودت؟ روزانه 40-50 بالاتر 60. بله. باز پاکاری و صفاکاریش مربوط به دست میشه یا نه ماشینی است؟ الحمدلله اونجا یک سیستم معیار جور شده که توسط ماشینالات و بسیار به منظم ساتره مال مواشی که هر کس میاره اونجا پس برش تسلیم داده میشه. البته در بست کارمندا ما 10-12-13 کارمند داریم که بخش صفاکاری میشه که هر روز طبق تقسیم اوقات دیتول اما وسایل عمده و اساس پاکاری می شود. مسلخ بسیار یعنی معیار بالاست، چون ما یک مسلخ در ایراد داریم، یک مسلخ در مزار داریم، دو مسلخ در کابل داریم که بسیار هزینه گذاری بالا شده در این مسلخ ها. این مسلخ ها می تواند که اما وسایل طبق پاک بودن هر نوع وسایلی که باشد، دکتر صاحبای بسیار فعال داریم در عرصه معاشی که معاشی 24 ساعت قرنطین میشن، بعد از 24 ساعت معاشی دکتر صاحبای داریم که چک میکنن. اگر معاشی بیماری گوناگون داشته باشه او اجازه ضعف هم نداره. وقتی اول خود تبریک دارم باشه این نمایندگی که امروز باز شد و چقدر مصارف بالای این نمایندگی آمد فرمود؟ بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین. استرطلاح صفزه هستم، مسئول مسلخ دولتی کابل. طور که شما شاهد بودین ما امروز یکی از نمایندگی خود داهی ده افتتاح کردیم که در این نمایندگی $27,000 ما هزینه کردیم. $27,000 امریکایی و این پنجمین نمایندگی است دیگه. ما میخواهیم که در تمام شهر کابل در هر نواحی نمایندگی هایی داشته باشیم. در بعضی نواحی که پرنفوس است در او بیشتر باشه و بعضی نواحی که نفوسش کم است در او کمتر. تمام کابل زیر پوشش میگیریم و فعلا 5 نمایندگی داریم که یکی از نمایندگی ما در ناحیه ده بود. اینجا را امروز افتتاح کردیم. جناب رئیس، چقدر سرمایه گذاری شما پلان دارین در این بخش کنین که 22 نمایندگی 22 ناحیه را بالاخره شما زیر پوششتان قرار بدید؟ انشالله ما به هر نمایندگی از 25,000 تا 40,000 دلار هزینه میکنیم و سر 50 نمایندگی انشالله در شهر کابل ایجاد میکنیم. چقدر سهولت ایجاد میکنه نمایندگی های مسلخ در کابل؟ ببینین 85% امراض از گوشت به انسان منتقل میشه و طور که شما میبینین مردم افغانستان مردم رنجیده است. بدبختی 40 سال جنگ ما را از استاندارد صحی دنیا عقب مانده. با آمدن امارت اسلامی بسیار تلاش میکنه که در هر راستا استاندارد تطبیق کنه. یک شم استاندارد صحی ما و شماست. اگر ما گوشت صحی بخوریم از 85% امراض به امان میمانیم. جناب رئیس، بیشتری که از وطنان ما شکایت داشتن که میگم نرخ مسلخ این قیمت از یک گساله با 1400 افغانی بر ما حلال میکنه، 500 مازی طرف کرا میته 500 از طرف. کاش که میگم این نرخ در ارزان تر شد. شما در این باره چی نظر داری؟ بسیار تشکر. ببینین 1400 افغانی که قیمت مسلخ است، این تنها قیمت ذبح نیست که ما یک مواشر ذبح میکنیم و را پوست میکنیم، نه. قیمت مصارف لابراتوار، مصارف یخچال و بقیه مصارفی که ما در اونجا انجام میتیم، کارماش، کارمنداست. هر کیلو گوش به همشهریان عزیز ما 7 افغانی به قصاب ما 7 افغانی مصارف داره، ولی در بدلش یک گوش صحیح ما عرضه میکنیم. بله. هر چیزی که استاندارد میشه به استاندارد هزینه بیشتر میشه. بله. و همین هزینه هاست که بعضی از وطنداره ما و شما ترس و بیم داره. گوشت های از اینجا بگو که گوشت ها چی تفاوت داره با گوشت های بازار؟ داغ وقت کومه شده ما تاسو تا مخ که مویه لیشه داغ مال حال تا مسلخ تا راولل سی اول حال تا دا مال شده مخ که لزبحه نه مگه ما اینه که و حرارتی گورو طول شن بیاغی نه ورست اغیه تا مگ دی زبح اجازه ورکو ورست اغیه چی بیا مگه زبحه کو اغیه ورست بیا طول پروسه دی اغیه گورو مگه وقت ما اینه که و کله چې موږ دی هغه ټول غوخه ماینه کله هغه نو ورسته شقه صورتونی ول بیا په دې باندې ټاپه و هم غی اجازه شه ډاکټر اجازه ورته ورکړه په دې باندې ټاپه و هلکیږي
کوم متنوال چې موږ دغه ټاپه ګوري نو دوی مطمئنه کیږي چې دغه غوښه صحی ده. د ټاپې ګټې هم دغه دي او دغه کوم لیبل چې وهل کیږي دا د موږ د وطنوالو لپاره هم دا مهمه خبره ده چې دوی چیرته ځي غوښه اخلي نو دا به صحي غوښه وي، له امراضو نه به پاکه غوښه وي. بدون شک گوشتهایی که تاپه می داشته باشه گوشتهای صحی است، نو میتونه بدل جمع استفاده کنین او از هر نوع امراض شما در امان می باشین. بدون شک مسلخ ها بسیار سهولت ها ایجاد می کنند، درست نیم؟ دیر زیاد سهولت ها ایجاد کردید، زیادتر دقیقا دی علی آباد به شبخانه که مرز ده هداتی سیست ترتوائی دی دیر دیر امتنوه ده جگر ده پقانی پیدا کیگی نور دیر خلق دی دیر عملیاتونه که خوشبختانه دی دیر مسلخ ها پا علی دو سره دقیقا مرز مگل تا جدی توگه باندی پکوم مالو که چه دقیقا مرز موجودی دی دیر جگر وی شوش دار طول مگل تا قیتوو سوزوی هلتا ماشین لرو پیغی که سوزوی نو دقیقا صحیق وقت موگا بازار تا بینتخاله بسید. برای شما معلوم است که به طول 40 سال 45 سال انقلاب ما و شما از بسیار چیزا محروم بودیم، خصوصا از استفاده گوشت حلال و گوشت صحیح که طور سنتی برای ما و شما عرضه می شد و قصابای محترم به هر کنار جاده و سرک و جویچه حلال می کردن، دیگه حفظ صحیح او را در نظر نمی گرفت. بعد از فتوحات امارت اسلامی به این متوجه شدن که امراض گوناگون برای هموطنان ما پیدا شده، دیگه ما کوشش کنیم برای از یک رای حل بسنجیم. بینان رای حلش از این بود که باید مسلخ های معیاری به افغانستان ایجاد شوه و برای هموطنان ما، همشهری ما، برای قصاب های ما، هتل های ما گوشت صحیح و سالم عرضه شود. بینان ما مسلخ ها را افتتاح کردیم، یک مسلخ به ولایت بلخ، یک مسلخ هم به ولایت هرات، دو مسلخ هم به ولایت کابل. البته این مسلخ ها بسنده نیست، تنها به ولایت کابل تقریبا بیش از 7-8 مسلخ باشه که بسنده شوه. بینان یک نمونه است، ما کوشش میکنیم که انشاءالله در آینده مسلخ های ایجاد کنیم که برای کل هموطنهای ما گوشت صحیح و سالم عرضه شود. و شما معلوم است که زیاد مریضا که به خارج میروند پیسه ما شما مصرف میشه و وطندارای ما شما مردم فقیر و بیچاره هستند، دیگر مصرف تداوی را ندارند، زیادترش از این همی گوشت هایی که ما و شما استفاده میکنیم، از خوراک ها و غذایی که ما و شما استفاده میکنیم زیادترش از این پیدا میشن. بینان یک رای حل و شمیسته که انشالله ما کوشش کنیم مسلخ های میاری، مسلخ های خوب ایجاد کنیم. تیم مجهز این مسلخ و نمایندگی پنجم که در ناحیه دهم ایجاد شد و بر هموطنان عزیز ما یک سهولت بسیار زیاد خوب ایجاد شد، از دوستای عزیز از وطنداران هم خواهش ما میست که بیاین از مسلخ ها خریداری کنید، چون گوشت صحی و مناسب با قیمت مناسب هم و با قیمت استانداردی که شوروالی کابل برشان پیش شده پیشکش میشه. از دوستای ما و هموطنان ما تقاضا می‌داریم که بیاین از نزدیک از مسلخ ها دیدن کنیم و حمایت کنیم تا این مسلخ ها بیشتر شد. آیسای سر رسیدیم دوستای عزیز، با آخر گزارش بود گزارش امروزی تا گزارش های بعدی که بنده غلام صادق فقیری با جمع از همکاران خوب ما در خدمت شما عزیزان قرار می‌گیریم. شما را به خداوند لایزال امانت می‌گذاریم. وقت خوش، ایام برکات.